جمعی از کنشگران و دانشگاهیان ایرانی ساکن کشورهای مختلف جهان در نامهای به رهبران کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و استرالیا خواستار به تعلیق درآوردن آوردن اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری فاسد اسلامی ایران در سازمان ملل به دلیل نقض فاحش مداوم و سیستماتیک حقوق بشر شدند. در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ما قرار گرفته و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است به شعار رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر راه حلی از طریق همبستگی، پایداری و دانش اشاره شده که عمیقا الهام بخش حفظ یک همزیستی مسالمت آمیز از طریق احترام، اجرا و ترویج حقوق بشر است. محمود مسائلی، استاد حقوق بین الملل، حقوق بشر، مطالعات اخلاق جهانی، دبیر کل اندیشکده بین المللی نظریه های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در این نامه خطاب به رهبران دولتهای غربی نوشته این رژیم متجاوز به حقوق ذاتی بشر که با بیرحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است نباید از فرصتهای بین المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات و لابیگری برای بقای خود استفاده کند. در بخش دیگری از این نامه با اشاره به حمایت های بین المللی گسترده از اعتراضات مردم ایران و محکومیت سیاست های سرکوبگرانه جمهوری فاسد اسلامی در قبال معترضان بر نگرانی نویسندگان نامه در سه محور اصلی تاکید شده است. نخست، عدم تمایل آمدانه جمهوری زحاک صفت اسلامی ایران به پایبندی به تعهدات قراردادی، که از منابع اصلی حقوق بین الملل دوم قصور آگاهانه جمهوری فاسد اسلامی نسبت به پایبندی به اصل احتمام لازم که لازمه حسنیت در انجام تعهداتی که طبق منشور ملل متحد به عهده گرفته است و سوم انکار عمدی و نقض فاحش مستمر و برنامه ریزی شده ی حقوق بشر انکار نپذیر مردمان ایران که مورد تاکید حقوق بین الملل عرفی و همچنین معاهدات بین المللی عنوان شده است. در میان اسامی چهل کنشگر سیاسی و دانشگاهی که از این نام حمایت کردند می توان به نام کریم عبدیان، افشین افشین جم، کاوه آهنگری، شهریار آهی، علیرضا آخوندی، مهران براتی، کیقباد اسماعیل پور، هادی مهابادی و سیمین صبری اشاره کرد. انتشار این نامه در حالی صورت گرفته که پیش از این توماری برای درخواست اخراج دیپلومات های جمهوری دجال اسلامی از کشورهای عضو گروه هفت منتشر شده بود. کشورهای غربی تا کنون سفیران جمهوری فاسد اسلامی را از پای تختهای خود اخراج نکردند اما آلمان، بریتانیا و فرانسه در ماه اخیر بارها سفیران و کاردارهای جمهوری دجال اسلامی را در واکنش به سرکوب معترضان و قصاصها در ایران احضار کردند بیانیه تکان دهنده شهبانو اشک میلیونها ایرانی را سرازیر کرد شهبانو فرح پهلوی برای آزادی ایران بیانیه ای طوفانی صادر کرد شهبانو فرح پهلوی در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی یکی از شبکه های خارجی میگوید که پس از اظهارات سخنگوی فاسد جمهوری دجال اسلامی نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی توسط حکومت دجال نگران است چرا که به گفته او میدانند ممکن است رژیم عوض شود و میخواهند این جواهرات را بردارند شهبانو فرح پهلوی در این گفتگوی اختصاصی تاکید کرد نگران است که مبادا مقامات دجال جمهوری اسلامی جواهرات سلطنتی را از بانک مرکزی به سرقت ببرند این بیانیه شهبانو فرح پهلوی اشک میلیونها ایرانی را سرازیر کرد چرا که خاطرات زمان پهلوی همین تاجهای زیباست که آن هم توسط جمهوری فاسد اسلامی به یغما برده شده است او در تشریح پروتکل استفاده از جواهرات سلطنتی در دوره زمامداری محمد رضا شاه پهلوی فقید گفت جریان جواهرات سلطنتی اینطور بود که موقعی که یک مراسم رسمی بود و من میبایستی نیم تاج داشته باشم میگفتم کدام تاج را میخواهم تقریبا چهار پنج نفر در بانک آن تاج را نگاه می کردند و امضا می کردند و با اسکورتی و امنیت و گارد این را به ماشین می آوردن به کاخ و بعد که من استفاده می کردم در مراسم مختلف این را همانطور با گارد می بردند به بانک و آنجا همان چهار پنج نفری که اینها را دیده بودند دوباره نگاه می کردند و بعد می گذاشتن در بانک او درباره اهمیت رعایت پروتکل های اموال دولت با ذکر یک مثال عینی دیگر افسود یادم میآید موزه فرش که درست شد من یکی از فرش هایی که در کاخ گلستان بود میخواستم بیاورم به موزه حتی به من هم ندادند یعنی میبایستی اجازه بدهند به هر صورت چیزهایی که مربوط به دولت بود با اجازه از یک محلی به محل دیگر میرفت شهبانو اضافه کرد آن چیزهایی که مربوط به خود ما بود و متعلق به خانواده اعلی حضرت بود آنها را از اینور به آنور می بردیم اما یک چیزهایی که متعلق به دولت بود نمیشد از جایی به جای دیگر برد او با ابراز نگرانی از اظهارات اخیر بهادری فاسد سخنگوی دجال جمهوری اسلامی تاکید کرد این مطلب من را خیلی نگران کرده که چطور این آقایان بعد از چهل و سه سال دارند چون این حرفی را میزنند. فکر می کنم که چون میدانند که گرفتاری دارند و ممکن است که رژیم عوض شود و به هر صورت علاقمندی به گذشته و پهلوی بیشتر شده اینها میخواهند یک مقدار این جواهرات را بردارند و بعد اگر عوض شد روزگار مردم که آمدند ببینند جواهرات در بانک نیست مشکل و مسئلهی وجود نداشته باشد. شهبانو فرح پهلوی با اشاره به بسته بودن بازدید عمومی از جواهرات سلطنتی در دوره همگیری ویروس گفت البته تمام این سالها صدها هزار نفر رفتند و این جواهرات را دیدند و حتی موقعی ما آمدیم بیرون در روزنامه کیهان نوشتند که همه چیز آنجاست او با بیان اینکه این آقایان واقعا عقلشان کجاست که پس از چهل و سه سال چون این ادعایی مطرح می شود با قدردانی از شاهدانی که تایید کردند جواهرات را در این سالها در بانک مرکزی دیده اند تاکید کرد من واقعا نگرانم و تقاضا دارم که فشار بیاورند روی بانک و دولت که موزه را باز کنند و بروند بازدید کنند